دیگه اجازه بفرمایید امشب رو یه چند تا نکته که به نظرم لازم میرسه در رابطه با این وجود مقدس با عنوان وظائف شیعه، این رو به ما گفتن که ظهور رو نزدیک بدونید و واقعا هم رو علائمی که هست که حالا اجمالا خدمتتون عرض خواهم کرد، ظهور حضرت نزدیکه. تو روایت از امام صادق علیه السلام هست که به مفضل ابن عمر شاگردشون فرمودن توقع امر صاحب که لیل که و نهارت، صبح و شب منتظر ظهور صاحبت باش، یعنی الان بگو فردا صبح، صبح بگو شب ظهور بشه، یعنی اینجوری آدم باید عقیدش باشه. این تعبیر امام صادق، صبح و شب منتظر او باش. آخر دعای عهد شما میخونید، اواخر دعای عهد، انهم یرونه بعیدن و نراه غریبا، اونایی که معتقد نیستن ظهور رو بعید میدونن، ما نزدیک میدونیم و نراه غریبا. تو روایت هست که از تعمیر فرمود ظهور ولیعصر ناگهانی رخ میده، بختتن ناگهانی رخ میده، فلیفرجن الله به رجل مننا بختتن به رجل مننا اهل البیت، ناگهان به شخصی از ما اهل بیت خداوند تعالی فرج رو تحقق میبخشه و ظهور رخ میده به صورت ناگهانی. بنابراین این رو دقت بکنیم که مسئله نزدیکی ظهور یه چیز جدی. حتی بعضی از بزرگان ما اعتقاد دارن که ظهور اصغر حضرت رخ داده، فقط ظهور اکبر مونده. یعنی همونجور که غیبت دو جور بود، غیبت صغرا و غیبت کبرا، ظهور هم دو قسمه، ظهور اصغر و ظهور اکبر. همونجور که هنگام پنهان شدن خورشید ولایت در پس پرده غیبت به تدریج خورشید غایب شد، یه 70 سال غیبت صغراش بود و بعد غیبت کبرا. شما اگر همه خورشید ظاهری رو هم نگاه کنید، موقعی که میخواد غروب بکنه و افول بکنه در افق، میبینید یه مرتبه اینجوری نیست که بره و تاریکی بیان، نه، وقتی رفت تا یه مدت یه سرخی میمونه، بعد یواش یواش اون سرخی میره و تاریکی میاد، یعنی به تدریج این غروب صورت میگیره. غیبت حضرت به تدریج صورت گیره، غیبت صغرا و کبرا. اون وقت طلوع این خورشید و ظهور حضرت هم به تدریج رخ میده، مثل همین خورشید که صبح وقتی میخواد از افق طلوع بکنه، این چنین نیستش که مثلا یه مرتبه شب باشه یه مرتبه تبدیل بشه به صبح، نه، کم کم به تعبیر خودمونی هوا گرگومیش میشه، یعنی یه مقداری سپیده میزنه، یواش یواش از سمت افق سپیده فراگیر میشه، بعد خورشید میاد بالا. یعنی یه فجری، یه مطلع الفجری هست که تلیعه صبحه. حالا در رابطه با خورشید امامت هم، این که من هی تشبیه میکنم با خورشید، چون تو خود روایات ما هست ولی از به خورشید تشبیه شده. در رابطه با ظهور حضرت هم گفته شده حضرت یه ظهور اصغری خواهد داشت، بعد ظهور اکبرش. اون ظهور اصغر حضرت چیه؟ چه علامتهایی داره که بعضی هم معتقدن الان رخ داده؟ ظهور اصغر حضرت چیه که بعضی هم معتقدن الان رخ داده، فقط ظهور اکبر مونده؟ ظهور اصغر بعضی از روایات هست، یکی از علائمش اینه، تو روایت از امیرالمومنین تو کتاب عقد الدرر هست که یظهر المهدی علی افواه الناس فیشربون حبه. حضرت ولی عصر علیه السلام ابتداعا نامش رو زبون ها میفته، بعد خودش میاد، ابتدا نامش رو زبون ها فراگیر میشه. انصافا این چنین نیست؟ مثلا تا 30 سال پیش 40 سال پیش تا الان مقایسه بکنید، نام حضرت بسیار گسترده تر شده. شاید حدود 40 سال پیش، یعنی یه مقدار قبل از انقلاب، حالا چه برسه به 50 سال، 60 سال دیگه عقب تر، این مسجد جمکرانی که شما تو قم الان به این شکل میبینید، یه مسجد کوچک وسط بیابانی بود که قلیلی تک و توکی از خواص میرفتن بر مسجد جمکران. اما الان آمار مسجد جمکران رو وقتی آمار زائرینش رو دادن، در طول سال آمار زائرین از زائرین مکه بیشتره، آمار زائرین مسجد جمکران از
مکه بیشتر هست، یعنی یه چیزی حدود 15 میلیون نفر. به هر حال این گسترش یافتن نام و یاد حضرت نه فقط تو بین ماها، نه فقط تو بین شیعه، نه فقط تو بین مسلمان ها. شما اگر یه مقداری به بعضی از این پایگاه های اصطلاح حالا اینترنت که مربوط میشه به مسئله منجی و موعود اگر یه رجوعی بکنید، میبینید این مسئله منجی خیلی جدی تو ادیان، تو مکاتب، تو افکار دیگران مطرح هست و کتاب ها، فیلم ها، حالا چه مثبت چه منفی، هم کتاب های مثبت در این زمین نوشته، هم کارهای منفی هم کردن برای خراب کردنش، مثل اون فیلم نوستره آدموس یا اون کتاب بر اساس اون کتاب نوشته شده. اینا خیلی گسترش پیدا کرده. واقعیتی ببینید این تعبیر امیرالمومنین که یظهر المهدی حالا افواه الناس، اول رو زبونا میفته، این یکی از نشونه های ظهور اصغره که الان آدم میبینه که این فراگیر شده. یکی دیگه از نشونه های ظهور اصغر حضرت این است که روایات متعدد، یکی دو تا سه تا پنج تا نیست که شما بگید ضعیف السند و اینا، مثلا روایات متعدد داریم که قبل از ظهور ولی اصل علیه السلام نهضتی در ایران رخ میده و مردم ایران زمین ساز اون ظهور هست. مردم ایران تو بعضی ها اسم برد قوم سلمان، تو بعضی ها با عنوان مشرق، مشرق زمین که مشرق سرزمین اسلامی در اون زمان ایران بود، مغربش اندلس بود، مشرقش ایران بود، که یخرج اناسون پیغمبر فرمود یخرج اناسون للمشرق فیوبتعون للمهدی سلطانه، گروهی از مشرق یعنی ایران خروج میکنن، فیوبتعون للمهدی سلطانه، زمین سازی میکنن حکومت هست ولی عهد علیه السلام. شما امیدواریم، امیدوار هستیم این نهضتی که به هر حال با یک نیتهای پاک، با خونهای پاک آبیاری شد، جلودارش رهبران پاکی بودن، امیدواریم که اون نهضت زمین ساز همین نهضت باشه، همین نهضت باشه. به هر حال اینم یکی دیگه از نشونه هایی هستش که نشون دهنده نزدیک بودن ظهور هست. یکی از خوبان قوم که شاید همین سالهای اخیر ایشون از دنیا رفت، هنوز خیلی از قومی ها هستن که ایشونو میشناسن، باهاش رفیق بودن، خاطراتش رو یادشون هست، یک کسی بود به نام میرزا ابوالفضل، تو بازار قم قهوه خونه ای داشت، بهش گفتم میرزا ابوالفضل قهوه چی، از خوبانی بود. من خیلی چیزها سینه به سینه، یعنی اونایی که دیدن باهاش رفیق بودن، تو کتابی چیزی زندگی نامه ایشون نیومده. این میرزا ابوالفضل از عاشقان امام زمان علیه السلام بود، که من برای که هم رفع خستگی بشه همون چیزی که میخوام براتون نقل بکنم به خدمتتون عرض بکنم تا آماده، یعنی خستگیتون در بره، آماده یه نکته علمی بشید که بعداً شاید الان سوال تو ذهن بعضیاتون پیش اومده باشه، اون رو بعداً میگم. این میرزا ابوالفضل از عاشقای ولیعصر بود که چهارشنبه ها و جمعه ها جمکرانش ترک نمیشد، آدم این چنینی بود. بعضی از این بازاری های قوم گفتم میرزا ابوالفضل جمعه هات مال خودت، میخوای بری جمکران برو، جمعه تعطیل حالا بازار، اما چهارشنبه ها ما چایی میخواییم، بالاخره غذا میخواییم، چهارشنبه دیگه این مغازت باز باشه، ما باید کار داریم. او گفت من جمکران همو تعطیل نمی کنم. بهش اومدن برای اینکه به هر حال بتونن یه کاری بکنن، چهارشنبه ها نگرش دارن تو مغازه، یه تهدیدی کردن، حالا یا به شوخی بود یا به جدی تهدیدش کردن، گفتم میرزا ابوالفضل این دفعه چهارشنبه ها بری جمکران در مغازه تو تعطیل میکنی، برو دیگه برنگرد. اینم گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید. رفت چهارشنبه جمکران، شب حضرت ولی عهد علیه السلام رو در خواب دید. حضرت فرمود که میرزا ابوالفضل میخوان مغازه رو ببندن. گفت آقا من قربون خودت برم، مغازه میخوام چیکار، من فدای خودت بشم، من مغازه رو میخوام چیکار. حضرت فرمود که فرهاد این چیزی رو به اطلاعش رسون. فرداش که اومد دید در مغازه یه قفل زدن، خودش رفت یه قفل بزرگتر خرید، اومد در مغازه زد دو قفلش کرد، رفت که الان حالا خدمتتون عرض می‌کنم، هنوز که هنوز تو عالم برزخ منتظر هست، ولی هست الان خدمتتون عرض می‌کنم. یه آدم عاشقی بود، البته اینا شاید بعضی حالا بخوان با اون عقل معاش
با اون عقل ابزاری اینا رو محاسبه کنن، هی مناقشه بکنن، میگن خب خرج فراکش چی میشه، نمیدونم یه حرفاش میشه. در حال حرف عشق یه حرف دیگری، شاید بعضی با عقلهای معمولی شاید جور در نیاد. گفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حافظ بود هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. اونی باید باشه که تو این حلقه باشه بتونه بفهمه، ولی شاید بعضی اینا رو اشکال هم نیست. حالا این میرزا بلوفرد چون حقیقتا عاشق امام زمان علیه السلام بود، از طرفی مرحوم جعفر آقای مجتهدی که اسم این بزرگوار رو من شبای گذشته هر حال کم و بیش بردم، خیلی دوستش داشت، اون ولی پروردگار خیلی میرزا بلوفرد رو علاقه بهش داشت. اینم که شدیداً ارادتمند جعفر آقای مجتهدی بود، یه ماه مبارک رمضانی جعفر آقای مجتهدی کوه خضر نزدیک جمکرانه، یه کوه معروفیست به نام کوه خضر، بالاش هم یه مسجدی هستش، حالا یه جای با معنویتی هم هستش. تو ماه مبارک رمضانی بود این جعفر آقای مجتهدی بعضی از روزها رو میرفت تو کوه خضر، تو اون مسجد میرفت. یه مرتبه میرزا بلوفرد که فهمید جعفر آقا رفته اونجا، یه مختصر غذایی برداشت که افطاری رو بره با هم دیگه برن اون بالا با هم باشن. رفت اون بالا نماز رو خوندن و با هم مثلا افطاری رو خوردن. بعد جعفر آقای مجتهدی شروع کرد یه مناجاتی رو خوندن برای تو حضرت ولی علیه السلام، شروع کرد یه مناجاتی رو خوندن. صوت ایشون هم نقل میکنن صوت داوودی بود، بسیار صوت خوشی داشت. شروع میکنه اینو خوندن، دوتایی دوتا عاشق دوتا محب به امام زمان علیه السلام و اهل بیت به شدت گریه میکنن با این مناجات. بعد که تمام شد جعفر آقا رو میکنه به ایشون میگه میرزا چشمی داری که بتونه تمثال حضرت رو ببینی یا نه؟ چشمی داری که بتونه تمثال حضرت رو ببینی یا نه؟ گفت انشالله دارم. گفت نگاه کن. میگه من نگاه کردم، حالا به عنایت ایشون میگه تمثالی از حضرت رو دیدم توی صحنه، دیدم که حضرت به صورت نیمخیز داشت بلند میشد، مثل موقعی که از نماز شما دارید بلند میشید چندید از زمین نیمخیز هستید، حضرت به این حال داشت بلند میشد از زمین. جعفر آقا رو کرد به من گفت میرزا بلوفرد خود آقا منتظر قیام لحظه شماری میکنه برای قیام، قیام نزدیکه، چون در حال بلند شدن بود حضرت بود، قیام نزدیک. میرزا بلوفرد میگه من چند لحظه نگاه کردم قش کردم، بیشتر نتونستم نگاه بکنم، شدت عشق بود، میگه نتونستم نگاه کنم قش کردم. این منتظر غمگین مشو قدری تحمل، بیشتر گردی به پا شد در افق گویی سواری میرسن. یه گردی به پا شده در افق گویی سواری میرسن. حالا همین میرزا بلوفرد همین سالای آخر همین تازگی ایشون از دنیا رفت، یکی از خوبان قوم خوابه شدید که میرزا بلوفرد تو هم عالم قبر تو عالم برزخ، یه کوله پشتی رو دوشش هست، سریع به همین خواب بیننده نزدیک شد، گفت آقا وارد قوم شد، رد شد رفت. این از خواب بلند شد یه همین چی میرزا بلوفرد از دنیا رفته، کوله پشتی یعنی چی، آقا وارد قوم شده یعنی چی، نفهمید. اومد پیش یه نفر برای تعبیر خوابش، گفت یعنی چی اینجا من دیدم؟ گفت این که دیدی کوله پشتی رو دوشش هست، این به این خاطر که میرزا بلوفرد عاشق ولی هست، عاشق وقتی از دنیا بره که یادش نمیره که اونجا آماده است برای رجعت، آماده است که امام زمان که ظهور بکنه برگرده. تو روایاتمون داریم، شما این کتاب سیاحت قبر رو که خبر همه تو خوندید دیگه، اواخر سیاحت قبر رو اگه دقت بهش نکردید یه بار دیگه برید بخونید، دقت کنید. آقا نجفی قشانی میگه که ما برو وقتی بردن تو بهشت برزخی بعد از مرگم، وقتی ما رو بردن اونجا یه مقدار از لذت ها و نعمت ها و اینها استفاده کردیم و به هر حال خوش به حالمون شد، ولی بعد دیدم که ما اینجا نشستیم بریم کیف بکنیم، امام زمان علیه السلام تو دنیا هنوز ظهور نکرده که، ما تو بهشت برزخی هستیم ولی از علیه السلام هنوز ظهور نکرده. چه بی معرفتی هستی تو که اینجا داره خوشی میکنی، حضرت تو بلاها هست هنوز تو دنیا. میگه به بهشتیام گفتم، بهشون گفتم که یه مقدار بیشتر دعا کنید برای فرج حضرت، اینا رو هم راه انداختن. خلاصه یه نهضتی تو بهشت به پا شد، به هر حال با همون صورت تمثیلی و دستمالن اینو نوشته، نهضتی تو بهشت به پا شد، به همه دست دعا برای ظهور حضرت.
و بعد گفتن که ظهور رخ داد، بیایید اونایی که میخوان بیان. این متن روایت که تو روایت هست که وقتی که حضرت ولیعهد علیه السلام ظهور کنه به شرط اتی المؤمنو فی قبره، میرن سراغ مؤمن تو قبر، تو عالم برزخ، تو عالم قبر، بهش میگن انه قد ظهر صاحبک، صاحب ظهور کرد، فان تشاء ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای ملحق شی بهش ملحق شی، اگه میخوای برگردی بیای، و ان رجعتکم حق، تو زیارت آل یاسین بکنیم، تو زیارت جامعه بکنیم، تو به هر حال زیارت وارث بکنیم. از مسلمیات شیعه مسئله رجعت دیگه. به مؤمن میگن اگه میخوای برگردی صاحب ظهور شد، و ان تشاء ان تلحق بهی فلحق، و ان تشاء ان تقیم فی دار کرامت من ربک فاعظم، اگرم بخوای تو همون نعمت بهشت بمونی بمونی، که اون وقت یه عده مخلصین و عاشقین برمیگردن. این که دیدیم میرزا ابوالفضل تو عالم برزخ کوله پشتی رو دوشش بود، این کنایه از اینه که او آماده هست برای برگشتن. و اما این که دیدیم بهت گفت حضرت وارد قوم شده، یعنی حضرت وارد مرحله قیام شده، قیام مزید، حضرت وارد مرحله قیام شده، قیام مزید، این واقعیت قیام حضرت مزید. اما اون سوال خوب عنایت بفرمایید، شاید تو ذهن خیلیاتون این سوال پیش اومده که شما میگید ظهور نزدیکه، تو روایات میگن شب و روز منتظر ظهور باش، یعنی امشب بگو شاید فردا صبح، فردا بگو شاید، خب مگه به ما نگفتن ظهور جمعه رخ میده؟ فردا که جمعه نیست، مگه به ما نگفتن که قبل از ظهور خروج سفیانی است؟ 5 تا علامت حتمی من المحتوم، از علائم حتمی، البته علائم ظهور زیاده، ولی 5 تا علامت هست من المحتوم، علائم حتمی ظهوره. یکی خروج سفیانی است که در رأس دشمنان حضرت ولی عهد علیه السلام، از مشرکین، سفیانی است تو منطقه فلسطین و شامات، از اون منطقه هست. یکی خروج سفیانی است، یکی خصم بلبیداست، یعنی زمینگیری شدن همین لشکر سفیانی تو منطقه به نام بیدا بین مکه و مدینه. یکی خروج یمنی یا یمانی است که فرد بسیار بزرگی است از شیعیان که از یمن خروج میکنه با جمعی قبل از ظهور حضرت، حالا یا حکومت اونجا تشکیل میدن، به هر صورت قبل از خروج حضرت. اینم یکی از علائم. یکی قتل نسل زکیه که فرد بسیار بزرگوار و جوان پاکدامنی که به ظلم کشته میشه، حالا پیک حضرت بوده چی بوده، ولی به ظلم کشته میشه، اینم قبل از ظهور حضرت، 15 روز قبل از ظهور حضرت رو باید رخ میده. و پنجمینش سیحه آسمانی که شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، یه ندایی که همه خواهند شنید، و هو صوت جبرئیل، و هو صوت جبرئیل که الا ان الحق بی علی و شیعته، الا ان الحق بی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه همچین ندایی شب 23 ماه مبارک رمضان رو خواهد داشت. اون وقت محرم همون سالی که ماه رمضانش این اتفاق افتاده، محرمش جمعه، تو بعضی از روایات هست شنبه ظهور رخ میده، هیچ منافاتی هم نداره، جمعه میتونه ظهور باشه، شنبه شروع نهضت باشه، شروع قیام، شروع پاکسازی، از همون مکه و مدینه، از همون دوران حرمین شروع میشه. به هر حال خب این علائم از جمله این 5 تا علامت که هنوز رخ نداده، جمعه نیست، دیهه آسمانی نیست، خروج سفیانی نیست، پس چطور شما میگید قیام نزدیکه؟ که مثلا ممکنه فردا صبح باشه. این سوال مهم نیست که یک راست شاید به ذهن بعضی اومده باشه. جوابش چیه؟ جواب یه نکته‌ای که بسیار کم گفته میشه، بسیار کم گفته میشه، از شما تقاضا میکنم این نکته رو خوب عنایت بفرمایید. جواب این هست، یکی از ضروریات عقاید شیعه که هیچ مذهب و دین و مکتبی تو این عالم این عقیده رو نداره، فقط شیعیان و محبین اهل بیت این عقیده رو دارن، مسئله بدائه، مسئله بدا، که خداوند متعال بعضی از مقدرات، بعضی از چیزها و سرنوشت‌ها رو تغییر میده، بعضی از مقدرات رو عوض میکنه. مسئله بدا که مبتنی است بر باز بودن دست خدا، بل یداه مبسوطتان، دست خدا باز، این چنین نیست که
دست خدا بسته باشه نتونه تغییراتی در عالم رخ بده. شما برای چی شبای قدر میشینید زجه میزنید گریه میکنید تا صبح؟ چی میگید؟ بگید خدایا اگر سرنوشت من این بوده که خدای نکرده مثلا جزء اشقیا باشم، منو جزء سعدا، جزء افراد سعید قرار بده، یعنی سرنوشت عوض بشه، پس معلومه که قابل تعویض، قابل عوض شدنه. حالا من نمیخوام تو این زمینه خیلی بحث کنم، خیلی جای بحث داره تو معارف ما تو اینجا، من قاعدش هم نمیخوام بشم، فقط میخوام بگم یکی از عقاید مسلم شیعه که تو روایات متعدد هست که علامت یک مؤمن این هستش که این عقیده رو داشته باشه، عقیده بدا رو، که خدا سرنوشت‌ها رو عوض، دست خدا بسته نیست. خب حالا یکی از مواردی که امکان بدا و تغییر توش هست همین علائم، ممکنه علائم پیدا نشه، همین علائم محتوم هستن، حتی علائم حتمی که جمعه و فلان و فلان هیچ کدوم رخ نده ظهور رخ بده. این رو از خودم نگفتم، این روایتی از امام جواد علیه السلام در کتاب اثبات الهدات مرحوم صاحب وسائل شیخ راملی در جلد 3 اثبات الهدات، شخصی اومد به امام جواد علیه السلام این عرض کرد که امکان داره که اون علائم رخ نده ظهور رخ بده، حضرت فرمود بله، حتی علائم حتمی، حضرت فرمود حتی علائم حتمی، خوب دقت بفرمایید، حتی علائم حتمی، چون مسئله بدا. بعد طرف یه سوال دقیقی کرد، سوال که خب آقا اگه اینجوریه، اگه امکان داره که علائم رخ نده عوض بشه، حضرت زودتر فرجش تأجیل درش رخ بده و تحقق پیدا کنه، پس امکان داره اصل ظهور حضرت هم مشمول بدا بشه، اصل ظهور و فرج حضرت هم خداوند تغییر بده اصلا رخ نده، چطور علائم میشه اصلا رخ نده، خود فرج هم ممکنه مشمول بدا بشه اصلا رخ نده؟ امام جواد یه جوابی داد که اگر امام نباشه کسی نمیتونه این جواب رو بده، باید یه محسومی باشه بتونه اینجوری جواب بده. فرمود که خیلی ظهور حضرت من المیعاد، از وعده های خداست، خدا وعده داده و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده که نمی کنه، ظهور حضرت از وعده های خداست، تو قرآن اومده وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اون علائم که وعده خدا نیست، که اون علائم علامته، وعده نکرده که خدا حتما اینا رخ بده، با ما ایتمیلی که تو قرآن قسم خورده باشه که اینا حتما رخ بده، ولی ظهور حضرت وعده کرده. بنابراین خوب عنایت بفرمایید که این مسئله طبق معارف ما مسئله جدی نزدیکیدن و این علامت یک شیعه و وظیفه یک منتظر که ظهور رو نزدیک بدونه. و میدونید اگر واقعا کسی این رو جدی بدونه، اگر نعوذ بالله سخن گفتن از امام عصر رو فقط نقل مجلس ندونیم که یه ساعت بگیم و بشنویم و نعوذ بالله یه دید افسانه‌ای و اسطوره‌ای داشته باشیم به مسئله ظهور حضرت، اگر باورمون بیاد نزدیک بودن ظهور چه نقشی تو زندگی داره، اولا چقدر امید به آدم میده و ثانیا چه مقدار آدم رو تکون میده، برای اینکه به هر حال عقب نیفتیم از غافله موقعی ظهور ناگهانی رخ میده، عقب نیفتیم از اون غافله یاران حضرت. این یه مسئله که یه مقدارم طولانی شد، فرحال همین مطلب اول. مطلب دوم این هستش که فضای روحی خودمون رو امام زمانی گفتن، هم فضای روحی خودمون، هم خانوادمون، هم جامعهمون، تا جایی که میتونیم فرهنگ مهدویت رو ترویج کنیم، کاری که بعد از جنگ باید میکردیم فرهنگ سازان ما و از جمله خود ما، خود ما یعنی خود ما به عنوان یک قشری که باید فرهنگ سازی میکردیم، فرهنگ مهدویت رو کوتاهی کرد. بعد از جنگ، خب در زمان جنگ به هر حال اون روحیات مقدس و پاک جنگ بود، اون روحیات حماسی جامعه رو پالایش میکرد، جامعه رو پالایش میکرد، نمیگذاشت که این آب یه جا بمونه که خدای نکرده تو بعضی از جاها گندی بزنه، شهید میومد تو خانواده ها، میومد تو جامعه، مردم میرفتن جبهه برمیگشتن، اصلا یه پالایشی بود، چه جبهه چه پشت جبهه یک دست به تعبیر اون بزرگوار یه قطعه از بهشت شده بود دیگه. اما بعد از جنگ طبیعیه که همیشه بعد از جنگ مشکلات جنگ رو نشون میده، تو هر جنگ همینه،
مشکلات خودشو نشون میده. طبیعی که بعد از جنگ ناب سامانی ها هست، طبیعی که بعد از جنگ ایسی بسا بعضی از شبه افکنی های شدید هست. ما باید مایی که تو شیعه از طریق اهل بیت یک فرهنگ غنی داریم، فرهنگ مهدوی، باید این فرهنگ رو می اومدیم تو جامعه خودمون، این فرهنگ که تو تاروپود وجود همه ماها هست، این فرهنگ رو می اومدیم و به جوانهایمون، به نوجوانهامون می اومدیم، این رو می دادیم، گفتیم نوجوان، جوان خوب که در زمان جنگ بچه بودی نتونستی شرکت کنی، اول انقلاب و شاید اصلا درک نکردی، به دنیا نیومدی، قبل از انقلاب رو اصلا نبودی تو، جوانی که اون موقع نتونستی یه حرکتی انجام بدی، اما الان تو سازنده یه حرکت دیگر باش، حرکت فرج، نزدیک کردن ظهور. چرا به جوانمون فقط بیایم خاطرات گذشته رو بگیم؟ البته باید گفتا شکی نیست خاطرات جنگ، خاطرات گذشته، حماسه ها رو باید گفت، باید زنده نگه داشت. خدا نبخشه اون کسانی که بخوان جنگ رو پاک بکنن، خدا نبخشه اون کسانی که بخوان اون حماسه ها رو پاک بکنن. ببینید هنوز که هنوزه تو جنگ ویتنام یا تو بعضی از برها جنگ های گذشته هنوز داره راجبش فیلم ساخته میشه. ما این جنگی که هنوز شهاداش داره میاد، بعضی میخوان اینو پاکش بکنن. عجب. بله باید گفت از خاطرات گذشته باید گفت، اما این لازم هست ولی کافی نیست. فقط به جوان فعلی که اون موقع رو درکی نکرده نمیشه گفت تو وایسا ببین تماشا کن ما چی کار کردیم، تو ببین ما چی کار کردیم. فقط نمیشه گفت تماشا چی باشه، باید خودش رو هم وارد صحنه کرد. چجوری؟ بگیم خب یه صحنه دیگری در پیش هست، تو بساز برای اون صحنه، صحنه ولیعهد علیه السلام، تو بساز برای اون صحنه، تو آماده کن. مگه شیعه نیستی؟ مگه منتظر نیستی؟ این فرهنگ رو ما ترویج نکردیم. تو این مسابقات رادیو تلویزیونی می‌بینی وقتی سوال میکنن مثلا فلان رمان رو نویسندش کی بوده، فلان فیلم کارگردانش کی بوده، واحد پول مثلا فلان کشور چیه، می‌بینید خوب جواب میده اون طرف. خب حالا ابم نداره، اطلاعات عمومی و ابی نداره، حالا جواب بده، نمیگیم بده. ولی از همین جوان بزرگوار بگو 10 دقیقه راجع به امام حی و زنده صحبت، 10 دقیقه راجع به امام حی، امام زمانه، 10 دقیقه صحبت مستند ها، نه صحبتی که از حی هر جایی یه چی میشنیدیم که مستند هم نمیدونیم چیه، صحبت مستند. آدم میبینه اونجا خیلی حرف برای گفتن نداره. خب این نقص کیه؟ این عیب اولا هر کسی خودش تقصیر کاره و هر حال هر کسی خودش موظفه، و ثانیاً به عهده فرهنگ سازان جامعه. من بارها جاهای مختلف گفتم چرا ما دهه فاطمیه داریم، دهه محرم داریم، چرا ما ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام داریم، الان حتی دهه باقریه هم داریم تو بعضی از جاها مثل قم که میگیم، چرا دهه مهدویه نداریم؟ چرا دهه مهدویه نداریم؟ چرا دوران نیمه شعبان نمیاد علاوه بر دست افشانی؟ من نمیگم حالا اب نداره، حالا طبق بعضی از فتاوی حلال هستش، اب نداره، دست افشانی فرض کنید چراغانی کردن، شیرینی دادن، اینا جشن خوب، اما فقط و فقط به همین چرا اکتفا کنیم؟ چرا نه یعنی یه دهه مهدوی، حالا نه 10 روز 5 روز، بیان فضا رو امام زمانی بکنیم. گاهی موقع آدم تو ایام نیمه شبان ما این برانور زیاد میدیم میبینیم، باور بفرمایید من چیزها خودتونم میبینید دیگه، چیزهایی رو آدم میبینه تو همون شب نیمه شبان به بهانه هست، ولی چیزهایی رو میبینه یا میشنوه نوارهایی رو که میتونه قسم جلاله بخوره که الان دل امام زمان علیه السلام رو ناراحت میکنه. یعنی یه نوارها و یه رفتارهایی که یقین چرا ما نیاییم یه چیز فرهنگ صحیحتری رو القا بکنیم، یه معرفت صحیح دینی بدیم، نمایشگاه اون موقع بزنیم، گروه های تواشی و سرود را بندازیم، به هر حال بتونیم سخنرانی های خوب و درست، سخنرانی های خوب و صحیح داشته باشیم. من هم سال اینها به هر حال فضای روحی خودمون و کتاب های مناسبی است، اگر دوستان بگیرن و بخونن.
حالا ولو تو روز برای خودتون 20 دقیقه بگذارید، لازم نیست که یه مرتبه حمله آدم ببره یه کتاب 4 روز بخونه خسته بشه بذاره کنار. روزی 20 دقیقه بخونه، کم بخونه ولی دائم بخونه. از بهترین کتاب‌ها کتاب میکیال المکارم هست که من اسم بردم، آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی این کتاب رو نوشته و به توصیه خود حضرت هم این کتاب رو نوشته. حالا خودتون وقتی بخونید می‌بینید نویسنده‌اش گفته تو توصیه حضرت نوشته. کتاب دوم کتاب روزگار رهایی هست، روزگار رهایی ترجمه یوم الخلاص، روزگار رهایی که سلیمان کامل نوشته، ترجمه علی اکبر مهدی پور. کتاب سوم کتاب سیمای آفتاب از حبیب الله طاهری هست، کتاب بسیار ارزشمندی است. کتاب سیمای آفتاب از حبیب الله طاهری. کتاب چهارم عصر ظهور هست از علی کورانی، عصر ظهور. این کتاب هایی رو که من دارم معرفی میکنم تکرار همدیگه نی، هر کدوم یه بعدی از ابعاد مسئله مهدویت رو باز کرده. کتاب پنجم کتاب بسیار محققانه چشم به راه مهدی است، کتاب بسیار محققانه چشم به راه مهدی که جمعی از نویسندگان مجله حوزه این کتاب رو نوشتن. کتاب ششم کتاب خورشید مغرب از آقای محمد رضا حکیمی هست. کتاب هفتم و هشتم کتاب عصر زندگی و در فجر ساحل از محمد حکیمی، هر دو کتاب عصر زندگی و در فجر ساحل. کتاب نهم کتاب دیدار یار که بعضی از تشرفات بزرگانی خدمت ولی عصر علیه السلام، این کتاب از آقای علی کرمی. این 8-9 تا کتاب حالا فعلا اجمالاً، ولی فقط اکتفا به کتاب نکنید، فقط اکتفا به کتاب نکنید، ارتباط عملی هم با حضرت داشته باشید. اولا گاهی موقع آدم حال کتاب خوندن یه آتشین و عاشقانش رو میشنده حقیقتا دلت کنید، اون موقع که حال مطالعه این حرف رو ندارید خسته 5 دقیقه اینو گوش بدید، زیادی هم نه، 5 دقیقه گوش بدید حالتون عوض بشه. در حال بعضی از نوارهایی هست تهیه بکنید، نوارهای آقای هاشم نژاد هست در رابطه با تشرفات بعضی خدمات ولیعهد علیه السلام. نه بسیار خوبی است. از اینها گذشته ارتباط عملی با حضرت، صبح و شب یه سلامی خدمت حضرت بدید، صبح و شب، یعنی بعد از نماز صبح تو تهجد و بعد از نماز مغرب شب، اول صبح اول شب. این دو وقت خصوصیات داره ها که تو زیارت آل یاسین هست، السلام علیک کل لیل ازا یکشا و تن نهار ازا تجلا. این دو وقت خصوصیت داره. حد اقلش یه سلام خودمونی به قول خودمون یوری هم به زبون خودش دیگه آدم یه سلام اینجوری، و اگر حال بیشتری آدم داشته باشه صبح دعای عهد و غروب بعد از نماز مغرب عشا زیارت آل یاسین. اگر حالی دارید دعای عهد صبح، زیارت آل یاسین مغرب. به هر حال ارتباط عملی داشتن. از آیت الله آیه بهجت سوال کردن آه راه تشرف خدمت ولی از علیه السلام چی؟ چی کار کنیم حضرت رو ببینیم؟ خدمت آقا برسیم. آیه بهجت ذکر و ورد و ریاضت و ختم و چله و اینا رو نگفتن، منتظر اینا نباشید. خود ایشون میگفت آخه یه عده همش منتظر یه ذکری هم، این تعبیر آیه بهجت، یه عده منتظر یه ذکری هم عجیب و غریب، که اگه مثلا الان یه ذکر عجیب و غریب بگیم همه دنبال یه ذکری هم که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام، دنبال یه ذکر اینجوری یه سر مگو. حالی که ایشون فرمودن که راه رسیدن خدمت ولی عصر علیه السلام و تشرف یاد حضرت، یاد حضرت بودن، یاد دائم حضرت. بعد تعبیر ایشون این بود که اگر اهل همت باشید از نفس کشیدن براتون ساده تر، از نفس کشیدن براتون ساده، یعنی کارهای دیگه شما آدم انجام میده دنبال کاراش هم میره، اما گوشه دلش یاد اوست، یاد او هست. برای اینکه یه تمرین عملی داشته باشید، یه به هر حال روش عملی تری رو من خدمتتون عرض بکنم، شما 5-6 روز با خودتون این تمرین رو داشته باشید، 5-6 روز ملکه میشه دیگه این یاد دائم حضرت بودن. 5-6 روز با خودتون تصمیم بگیرید که هر 20 دقیقه یک مرتبه، هر 20 دقیقه یه بار تو دلتون، رو زبونتون هم نه که خسته بشید یا ریا بشه، تو دلتون یه صلوات با عجل فرجهان هدیه کنید به حضرت ولی عصر علیه السلام. هر 20 دقیقه یه بار، چطور دکتر میرید میگه هر 6 ساعت یه بار قرص بخوادم حواسش هست، حتی سر 6 ساعت هم نه، جلو جلو هم آدم حواسش هست.
هر 20 دقیقه یه بار آدم تو دلش تصویر، هر موقع هم یادتون رفت اب نداره، باز دو مرتبه آدم با خودش این کار رو انجام بده. 5-6 روز این تمرین رو اگر انجام بدید ببینید ملکه میشه، آدم دائم الحضور میشه. حالا یه صلواتی هم یاد بفرمایید. ما وقت اگه اینجور شد ببینید، بعضی از رفقا میگن چی کار کنیم گناه نکنیم. آخه شما هی به ما رو منبر میگید گناه نکنیم، خب اگه سعادت با دوتی کلمه گفتن آدم میتونه گناه نکنه، خب چی کار بکنیم گناه نکنیم؟ انجام واجبات ترک محرمات، خب چی کار بکنیم؟ ما دوست داریم حرام انجام ندیم، چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ این کار رو بکن. یعنی اگر این ارتباط رو سعی بکنی با هست ولی اصل صمیمی بکنی، تو دلت با او حرف بزنی، این برامر آدم میره تو دلش با حضرت حرف. بعضی از خوبانی که چشم داشتن میدیدن که اونایی که تو دلشون با حضرت حرف میزنن و نجوا میکنن، میدیدن که ولی از کنار اون فردی که تو دلش داره حرف میزنه را میره، اما خود اون فرد نمیدید، خود اون فردی که نجوا میکرد نمیدید، اما بعضی از خوبان میدیدن که این که داره با آقاش حرف میزنه و گوش میده، اون چنین نیست که خطورات قلبی ما رو هم نفهمه، چه برسه به حرف زدن و تو دل. خطورات قلبی ما، اون روح کلی عالم وجوده، اگه اینو درک بکنید بستونه، روح کلی عالم وجوده. باور بفرمایید الان فرصتش نیست که از جهت معارف خودمون من این رو اثبات بکنم که یعنی چی روح کلی عالم وجود. شما روح خودتون رو در نظر بگیرید، روح خودتون چجوری خبر از این بدنتون داره؟ از سر تا سر این بدن رو خبر داده دیگه، یه سوزن بزنی کف پات خبر پیدا میکنه، یعنی در واقع روح میفهمه. اگه روح نباشه که اصلا دردش نمیاد، میشه مثل مرده. روحه که تو سر تا سر این بدن احاطه داره. ولی از علیه السلام قطب عالم امکان، واسطه فیض، روح کلی عالم وجود هست. اون وقت ماها تمام عالم وجود مثل بدن برای اون روح، او خبر نداره از این بدن، این روح جزئیش تو خبر از این بدن داره، اون روح کلی شکی نیست. و اگر کسی این ارتباط دائم رو با اون بزرگوار برقرار بکنه، حس بکنه حضرت حضور داره، این حس حضور باعث میشه که آدم اگر احجانا خدای نکرده چشم میره یه جا آلوده بشه، میگه چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، چشمی که میخواد مهدی رو ببینه هرزه نیست. ببینید همه چیش رو با او تنظیم میکنه، چون حضور حضرت رو حس میکنه. تا میخواد چشم هرزگی بکنه، میگه تو این نمیخوای خدمت آقا برسی، میگه با این چشمت نمیخوای حضرت رو ببینی. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، در رخ او نظر از آینه پاک انداست. تا زبون میخواد هرزگی بکنه، میگه مگه تو نمیخوای با این زبون حرف بزنی با حضرت. تا گوش میخواد هرزگی بشنوه، میگه مگه تو نمیخوای صوت او رو بشنوی. ببینید خدا میدونه میتونه تهذیب کننده آدم به سرعت باشه. دنبال بعضی از عرفانهای جعلی نرید، دنبال بعضی از عرفان زدگی ها نرید. عرفان ناب اهل بیت در خونه ولی عش علیه السلام هست، عرفان نابی که خطری نداره، عرفان نابی که دست آدم رو زود میگیره و زود محبتش تبدیل به عشق میشه در این خونه هست. اون وقت بعد از یه مدتی حضور حضرت رو حس بکنه، نه به عنوان یک مراقب و پلیس که همش نگاه میکنه که کی شما یک کاری بکنی یا مثلا موچتو بگیره، نه، نه به عنوان یک رقیب، به عنوان یک رفیق دائم کنار منه، به عنوان یک رفیق. اون وقت آدم خجالت میکشه به رفیق صفا بکنه. الامام الانیس و رفیق و الاب و شفیق، این تو روایته، امام رفیقتونه، الامام الانیس و رفیق و الاب و شفیق. این ارتباط رو با حضرت داشته باشی، نیازهاتون و حاجاتتون رو از ریز و درش از حضرت ولی عصد بخواد. انقدر حاجتاتون، حتی اون حاجتایی که وسیلش هم فراهمه ها، حتی اون حاجتایی هم که نه وسیله الان میرم انجام میدم دیگه، حتی اون رو هم یا صاحب الزمان پاشید بری سراخش، از اون بزرگوار بخواید. انقدر آدم به بهانه این حاجات ریز و درشت بره در خونهش تا خودشو بخواد. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، رب نون بخره، حاجتش نون بود،
بحر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بید، عاشق خود نونوا شد. انقدر بهانه نون برید در خونش تا عاشق خودش بشین و خودش رو بخواید. شبای گذشته عرضی کردن باید به یه حدی برسیم، عیب نداره الان از ما میگذرن، عیب نداره خودخواهانه همه چیمونو به خاطر خواسته هامون بریم در خونش. این خودخواهانه است، یعنی به خاطر خواسته هامون ولی عصر داریم بخواییم که شبای گذشته میگفتن. اما اینقدر این کار رو اگر آدم ادامه بده و زود زود بره در خونش تبدیل به عشق بشه، اون وقت خودش رو میخواد. اون وقت میگه گفت طلب کن ز دوست، یه چیزی طلب کن ازش، یه چیزی بخواد. گفت طلب کن ز دوست آنچه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست دوست، حالا دیگه رسیدم به اینجا که گفتمش ای دوست دوست. گفت در این کارزار طالب دیدار یار کیست، بگو غم مدار. گفتمش ای دوست دوست. گفت که مرد خدا کیست تو را مدعا از در اهل ولا، برای چی میای در خونه اهل ولایت؟ گفت که مرد خدا کیست تو را مدعا از در اهل ولا. گفتمش ای دوست دوست، خودتون بخواد. ما آدم به همین جایی میرسه که عاشق خودش میشه، حاجات رو ببینیم و این چنین بشه. اولا این عنایت بفهمید، این جمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد یه چیزی عرض میکنم که خسیتون اینو بغل بشه. اولا این چیزایی که خدا بهمون داده، داده ها رو شکر کنیم، نداده ها رو بریم در خونه خدا ازش، در خونه ولی عصر علیه السلام واسطه ببریم از خدا بخواد. ببینید دو تا جمله شد، اولا داده ها رو، یعنی فقط نداده ها رو نبینیم هی اعتراض بکنیم چرا اونو به من ندادی، چرا اونو ندارم، هی نیمه خالی لیوان رو همش نبینیم. اون چیزایی که خدا بهمون داده رو ببینیم، شکر بکنیم، اون وقت اون نداده ها رو هم از حضرت ولی عصر علیه السلام به عنوان واسطه بخوایم که خدا متعال بهمون بده. این دو جمله شد. بعضی ها هستن زبان خواستنشون، زبان اعتراضشون خیلی زیاده، خیلی این زبان نقنق زدنشون، من چرا اینو ندارم، چرا این نیست، همش تو این فکرن. بابا تو یه ولایت و حب اهل بیت داری که به والله العظیم الاعظم قسم که اگر تا قیامت سر به سجده شکر بگذاری به خاطر این حب و ولایت اهل بیت که به ما دادن، کم کاری کردی. تو میتونستی اینجا به دنیا نیایی، میتونستی یه کشور دیگه به دنیا بیای، اما چرا اینجا به دنیا اومدی؟ فکر میکنی اینا بی حسابه؟ یه دری به تخته خوردی، یه بالاخره شانسی بود من اینجا به دنیا اومدم. به خدا قسم اگر کسی این فکر رو بکنه از معارف اهل بیت دوره که فکر میکنه شانسی تو این مکان شیعه نشین به دنیا اومده. میتونستی تو مناطق مرزی باشی، حب اهل بیت رو نداشته باشی، شیعه نباشی. اینا فکر میکنید به حسابه؟ امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه خدا رو شکر میکنه، خدای شکرت که من در زمان جاهلیت به دنیا نیومدم، زمانی به دنیا اومدم که اسلام اومد بعدش به دنیا اومدم. ببینید آدم با معرفت این چیزا رو میفهمه. زمینی که امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام که جای خود داره، اونایی که خاک پای امیرالمومنین، زمینی که لیاقت پیدا میکنه قبر یک مؤمن میشه، اون زمین یه خصوصیتی توش بوده. هر زمینی لیاقت نداره که مؤمن تو اونجا دفن بشه، حساب داره. لیاقت پیدا میکنه قبر یک مؤمن میشه، اون زمین یه خصوصیتی توش بوده. هر زمینی لیاقت نداره که مؤمن تو اونجا دفن بشه، حساب داره. فکر نکنید هر زمینی لیاقت داره که نجف بشه، نه، یه زمین لیاقت داره که اولا و نه، یه زمین هم باید پاک قبر معاویه بشه. اینا حساب. بعضی از بزرگانی بودن که خاک پای امیرالمومنین بودن، قبل از اینکه از دنیا برن قبر می‌خواستن برای خودشون تهیه بکنن، یه قبری تهیه کنن، مثلا می‌گفتن اینجا رو بکن، وقتی می‌کن می‌گفتن اینجا جای من نیست، برو فلان جا رو بکن. یعنی می‌فهمیدن کدوم زمین. زمین و زمان بی حساب نیست. شما فکر می‌کنید تو یه زمینی که به دنیا اومدی، تو زمانی که به دنیا اومدی، اینا بی حساب بوده؟ همش خب این شوکر نداره. من یه مرتبه خدمت آیت الله آقای عراقی بودم، خدا رحمت کنه، یک درسی بود برای خود منده خدمت ایشون. ایشون شروع کرد شکر کردن، از یه چیزایی شکر کرد که اگه من الان به شما بگم شاید مثلا خدا نکرده شاید خندتونم بگیره، که اصلا بگه این چیزا جای شکر کردن، اصلا به چشم ما اینا به عنوان نعمت بمیاد.
اولا نگی یه زمین هم باید خاک قبر معاویه بشه. اینا حساب. بعضی از بزرگانی بودن که خاک پای امیرالمومنین بودن، قبل از اینکه از دنیا برن قبر می‌خواستن برای خودشون تهیه بکنن، یه قبری تهیه کنن، مثلا میگفتن اینجا رو بکن، وقتی میکن میگفتن اینجا جای من نیست، برو فلان جا رو بکن. یعنی میفهمیدن کدوم زمین. زمین و زمان بی حساب نیست. شما فکر بکنید تو یه زمینی که به دنیا اومدی، تو زمانی که به دنیا اومدی، اینا بی حساب بوده. همش خب این شوکی رو نداره. من یه مرتبه خدمت آیت الله عراقی بودم، خدا رحمت کنه، یک درسی بود برای خود بنده. خدمت ایشون شروع کرد شکر کردن، از یه چیزایی شکر کرد که اگه من الان به شما بگم شاید مثلا خدا میگه شاید خندتونم بگیره که اصلا بگه این چیزا جای شکر کردن، اصلا به چشم ما اینا به عنوان نعمت نمیاد. ایشون گریه میکرد، میگفتش که ببین این ابروت رو خدا بالای چشمت قرار داده، اگه زیر چشمت بود چقدر زشت میشدی. ببین این انگشتات با هم دیگه مساوی نیست، اگه مساوی بود چه کارایی رو نمیتونستن. از همین چیزای پیش پا افتاده اینا رو نعمت میدید گریه میشن. بذارید یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، یه مقدار خستگیتون رفع بشه. یه کسی اومد پیش امام رضا گفت آقا من زن بچه دارم، خرج و زندگیم در نمیاد، دخل خرجم با هم نمیخونه و به هر حال وضعم خرابه. حضرت یه شاخه انگور تو سینه بود برداشتن دادن بود. این شاخه رو باش شاخه انگور رو چیکار کنم، من شکم زن و بچه هم پرست در این شاخه انگور رو چیکار بکنم. حالا یا خودش گذاشت تو سینه یا داد به حضرت. فرمود یه چند لحظه گذاشت یه کسی دیگه اومد سلام علیکم، سلام کرد و اون طرف نشست. حضرت یه دونه انگور بهش داد، یه دونه انگور، برق خوشحالی تو چشمش چهید. آقا ممنونتم، خیلی لطف کردی، این دونه رو میبرم خونه توی کاسه آب میچکنم همه اهل خونه بخورن تبرک، خیلی بزرگواری کردی شما. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، گفت آقا شما خیلی کریمی، این دیگه برای همه فامیل بسه، این دیگه برای همه فامیل بسه، شما چقدر خوبی. آقا من دلم تنگ شده بود اومدم شما رو ببینم، چیزی نمیخواستم ازتون. آقا سینی انگور رو داد، گفت آقا باور کنید من دلم برای خودتون تنگ شده بود، اومده بودم ببینمتون، شما چقدر بزرگوار و رؤوف. حضرت گفت یه قلم و کاغذ بیارید. یه قلم و کاغذ آوردن، نوشت زمین‌های تاکستان، زمین‌های انگوری که مال خود حضرت بود و آبراهه‌هاش رو بخشیدم به این، بخشیدم به این. گفت آقا من زبونم لال، دیگه چجوری تشکر کنم، من چی بگم دیگه، هیچی نمیگم. حضرت ادامه داد و زمین‌های اطرافش، و زمین‌های اطرافش. گفت آقا من همون لالی که بودم هستم، هیچی نمیگم، نمیتونم من تشکر بکنم، چی بگم من. یه مرتبه اون شخص اولی که اومده بود بلند شد در افروخته، آه این چه وضعیه، من محتاج بودم، من زن و بچه‌م محتاج بود، این اصلا من خود اومده بود شما رو ببینه، چیزی نمیخواست ازتون که شما اینجوری بهش دادید و من هنوز اینجا بی‌نصیب بودم. حضرت زیر همون کاغذ نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگه شکرگزار باشید زیادترش میکنیم و اگر نه ان عذاب. تو یه شاخه انگور بهت دادم اونجوری پس زدی، ندیدی نعمت رو، این یه دونه انگور رو دید. همش نداده ها رو نق نزنیم، نداده هایی که به هر حال هست و اعتراض بخوایم بکنیم. در رابطه با خدا متعال دارم میگم، تو بحثای دیگه نمیخواد برید. داده ها رو هم آدم ببینه و شکر بکنه. ما نداده ها هم در خونه هسته ولی اصل علیه السلام بده. من چون دیگه میدونم طول کشید، تو همین دوتاش ما موندیم، ما مخواستیم وظایف رو بگیم تو همین دوتاش موندیم، ولی بگذارید فقط برای رفع خستگیتون یه قضیه نقل بکنم تمام کنم، دیگه ذکر مصیبت همین شب نخواهد بود. مرحوم محدث نوری تو نجم الصاغبش و مرحوم مجلسی تو بهارش، اون قضیه که الان میخوام خدمتتون نقل بکنم رو اینا نقل کردن، که در نجف یکی از برحال جوان متدینی بود تو نجف به نام شیخ حسین از طایفه آل رحیم بود، شیخ حسین آل رحیم که جوان متدین خوبی بود، منتها به شدت فقیر و از اون بچگیش تو فقر بزرگ شده بود. حالا دیگه به سن جوانی رسیده بود و مثلا نزدیکای سن ازدواجش هم بود، ولی خب فقیر بود. از طرفی به خاطر مریضی که و یه مرض ریوی که دچار شده بود، سرفه که میکرد خون از گلوش خارج میشد، یه مریضی اینچنینی هم مبتلا شده بود بهش،
و نمیتونست مداوا بکنه. این مشکل دومش. و مشکل سومش به خاطر این مصیبتایی که داشت، این مریضی، این چنینی و این فقرش، با اینکه علاقمند به یکی از خیشان و به هر حال کسانی بود که می‌خواست ازدواج کنه با او، اما به او نمی‌دادن. به هر حال با این فقر به او نمی‌دادن همسری رو. این با این مشکلاتش حاجتش رو برد در خونه ولی از علیه السلام. 40 هفته مسجد کوفه، 40 هفته مسجد سهله داریم، مسجد جنکران خودمونم داریم، مسجد کوفه هم داریم، هر سه 40 هفته، 40 شب چهارشنبه از موقع نماز مغرب و عشا تا صبح بیتوته، 40 هفته رفت. چون شنیده بود که حاجت روا میشه رفت، لاینقته زمستون و تابستون تو سرما و گرما رفت اونجا. 49 هفته بود که رفت، یه خبری نشد، همون وضعی که قبلا بوده هست. رفت، خیلی پکر و ناراحت بود که به هر حال بعد از 40 هفته ظاهرن حرفی که به ما گفتن هم خیلی درست نبوده. ترسید بره توی مسجد، چون سرفه میکرد خون میومد از گلوش، ترسید که نجس بکنه مسجد رو. همون بیرون مسجد با اینکه هوا سرد بود، دور خودش اون عبای خودش رو، لباسی که داشت رو پیچید، یه آتیشی گرم کرد، کتری و قوری، حالا هرچی با خودش آورده بود، یه قهوه‌ای می‌خواست برای خودش درست بکنه و همین جوری نشسته بود. خودش حال خودش رو نقل میکنه، میگه خیلی اوقاتم تلخ بود که این فقرم، این مریضی، بالاخره من چیکار می‌کنم، زندگیم چی میشه با این وضعیت که دارم پیش میرم. 40 هفتم که اومدم دیگه، اینم شب آخرش بود دیگه، خبری نشد. میگه تو همین به هر حال بی‌حالی که بودم، از در مسجد کوفه یه عرب اومد به سمت من، اومد سلام کرد و صدا کرد منو، یعنی اسم برد من رو، اسم من رو، که به همین شیخ حسین اسم برد که احوال پرسی کرد. میگه من گفتم حتما حالا از این عربایی هستش که من گاهی موقع میرم اطراف نجف و قبیله ها منو میشناسن، خیلی اعتنا نکردم. اومد پیش خودم گفتم، وقتی داشت نزدیک میشد تو دلم گفتم، گفتم حالا اینم اومده امشب تو این سرما و تو این اوقات تلخی ما، یه ذره قهوه‌ای هم که داریم بخوره قوز حالا قوز بشه، حالا ما همین تو این سرما اینو می‌خوام بخوریم بیدار بتونیم بمونیم و گرممون بشه، اینم داره میاد اینجا یه ذره قهوه‌مونو بخور. اومد کنار من نشست، بعد چون به من گفته بود شیخ حسین اسم منو برده بود، گفتم که شما از فلان قبیله هستی که اسم منو میدونی؟ گفت نه. گفتم از فلان قبیله؟ گفت نه. چند تا قبیله اطراف نجف رو اسم بردم؟ گفت نه. ناراحت شدم، هر چی رو اسمی بردم اون گفت نه. گفتم حتما از توریتوره هستی، یه چیز بی‌معنایی بود، یه لفظ بی‌معنایی بود، حتما از توریتوره هستی. او یه لبخندی زد، گفت حالا تو چی کار داریم، به چه دردت بخوره که من از کجا هستم، تو رو برای چی اومدی اینجا؟ من گفتم به چه درد تو بخوره که من بگم برای چی اومدم اینجا، با چه فایده برای تو داره؟ گفت حالا چه ضرری داره که به من بگی؟ میگه یواش یواش وقتی اینجوری با من حرف میزد، هی لحظه به لحظه خوشم میومد ازش که من بهش تون میشم، این اینجوری مؤدب و اینجوری نرم با من حرف میزنه، خوشم اومد ازش. بعد گفتم که ای برادر، من دلم خیلی امشب غم گرفته هست، شاید خدا تو رو فرستاده باشه مونس من باشی. همینجوری که قهوه درست شد، مقداری بهش ابتداعا یه حالا چپوقی براش دود کردم بهش دادم، گفت نه من نمیکشم. بعد یه مقدار قهوه رو بهش دادم بخوره، فقط لب زد، فقط لب زد. بعد گفت بقیهش رو تو بخور، گفت بقیهش رو تو بخور. بعد گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم که واقعش بهش گفتم فقیر و از بچگی خودم رو تو فقر یافتم، مریضی هم اومده روش، موقع جوانی هم هست و علاقه منم هستم ولی همسری به من نمیدن به خاطر همین مشکلاتی که دارم. این آخوندا به ما گفتن 40 هفته بیاد اینجا کار درست میشه، ما اومدیم هیچ خبری نیستش. میگه اینا رو داشتم بهش میگفتم، گفتش که مریضیت خوب میشه، گفت مریضیت خوب میشه. اصلا منم توجه نداشتم به این حرفاش، گفت مریضیت خوب میشه، اون همسرت رو هم برات درست میشه، ازدواجت به زودی برات درست میشه، اما فقرت به صلاحت برات نمیمونه. میگه من اصلا توجه به این حال گفتم مثلا داره بر من دعا میکنه و داره، اصلا توجه هم نداشت. بعد بلند شد، گفتم بهش که میای با هم دیگه بریم سر قبر مسلم، سر قبر حضرت مسلم بریم؟ گفتش که میام. من دیگه خیلی خوشم اومده بود ازش،
چون رفتارش رو دیده بودم، این جوان خوشبو معطر، این چنین نرم و من صحبت کرد، گفتم بیا با هم دیگه بریم. گفت بریم. منتها یه دو رکعت نماز تو مسجد تبرکم بخونیم نماز تحیت و بعد بریم. گفت باشه. رفتیم تو مسجد و نماز رو خوندیم. حضرت او من که نمیشناختم، او یک طرف ایستاد، منم یه طرف دیگه. میگه یک مرتبه الله اکبر گفت و شروع کرد به قرائت. من یک قرائتی شنیدم که این قرائت رو تا حالا نشنیده بودم. میگه حالا فقط میشنیدم، حالا من خودم دارم نماز میخونم میشنیدم. یه مرتبه تو دل خودم گفتم نکنه همیشون ولیعصر علیه السلام 40 هفته مگه برای چی اومدی؟ خب اینم هفته 40م دیگه. نکنه خود همیشون هست ولیعصر علیه السلام باشه. میگه تا این به دلم اومد سرمو بالا کردم تو همون حالت نماز، دیدم یک نور عظیم اطرافش رو گرفت، یک نور عظیم اطرافش رو گرفت. میگه حال من به شدت منقلب شد، حالت ابهت حضرت به شدت منقلب شد. با یه فلاکتی نماز تموم کردم، زود نماز تموم کردم، شروع کردم شدت گریه کردن. حضرتم نماز رو تموم کرد، گفتم آقا ببخشی، عذر میخوام ازت، نشداختم جسارت بهت کردم، چون گفته بودم که تو از توره توره هستی، اون حرفا رو به هیچ زده بودم. گفتم آقا عذر میخوام، شما رو نشناختم. مهربان قول دادی بریم سر قبر مسلم، نمیای با هم دیگه بریم سر قبر رو؟ میگه تا این رو گفتن دیدم این نور حرکت کرد به سمت قبر مسلم، حرکت کرد به سمت قبر مسلم. عقیل من پشت سرش را افتادم، گریه میکردم میرفتم. تا رسیدیم سر قبر مسلم دیدم این نور یه گوشه ای رفت، من یک گوشه ای. تا صبح حالم یه جور دیگری بود، تا نزدیکی های صبح اصلا حالم منقلب بود. فقط یه پاسی از شب که گذشت دیگه ندیدم اون بزرگوار. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد، وقت است که باز آیی. ای ذکر تو ام مونس در بستر بیماری، به یاد تو ام درمان در گوشه تنهایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. آقا جان میترسم این شکیباییم تموم بشه تو این دوران فتنه ها، خودت یه عنایتی بکن، که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. خدایا تو رو به وجود مقدس زهرای مرضیه قسمت بدیم که این ایام مناسبت متعلق به خانم زهرای مرضیه ام الائمه است. قسمت میدیم فرج مولامون امام زمانمون تجلی بفرمایید به محمد و آل محمد، ما را از نوکرانش، از سربازان و یاران در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد دلهای ما رو منور از محبت معرفت خودت و اهل بیت قرار بده. به محمد و آل محمد امام راحل شهدا ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بفرما، رهبر معظم انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرمایید. توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرمایید. توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرمایید. توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرمایید.